سلام هموطنان عزیز، شام شما بخیر و صبح افغانستان بخیر. خدا کنه از گزند روزگار در امان خداوند باشین. خوشنود هستم که باز هم برنامه زندگی موفق آغاز کردیم و در پنجمین برنامه با شما یک جا هستیم. از تمام دوستان تقاضایی است هر سوالی که در مورد موضوع برنامه و یا مشکلات شخصی شما که از بعد روانشناسی باشه ایجاد شده براتون، شماره واتساپ که در زیر نویس هست در خدمتتان هست. شروع میکنیم با موضوع امروز برنامه خود. هموطنان عزیز، زندگی یک بعد بسیار بزرگ هست که همه انسان آرزو عزیز داره که این بعد بسیار شیرین و آرام داشته باشه و بهتری زندگی را به خود اختیار بکنه. هر آن انسانی که در زندگی کارهای درست و فعال‌تر انجام بده، او شخص در زندگی سعادت می باشه. پس تقاضای ما امی هست از دوستان که در آخر برنامه با ما باشین تا بتانیم موضوعات را بهتر و خوبتر شما شرح. زندگی یک نعمت الهی است. این نعمت را اگر با تمام ویژگی‌های مناسب و خوبتر استفاده کردیم، ما در زندگی خود موفق هستیم. و اگر این بود را یک زاویه هم درست مد نظر نگرفتیم، تمام از لایزی از ما خطا می‌خورد. پس بهتر از زندگی را از هر بود مطالعه بود. از هر زاویه مطالعه بکنیم تا بتانیم ما یک زندگی موفق و خوب را در پیش روی خود داشته باشیم. خب هموطنان، زندگی مثل یک آسکیس، به اصطلاح بسیار ساده بگویم، آسکریم را اگر استفاده کردیم لذت میبریم و اگر صرف در دست گرفتیم او آب شده میره. حرارت و زمان بالا از او تاثیرگذار است، اما خودت استفاده خوب از پیش نکردی. شاید لباس و دستایت هم کسی بسازه اگر استفاده خوب نکردی. زندگی اصول شمی است. اگر از زندگیت که خداوند برات داده استفاده کردی، لذت میبری. و اگر استفاده نکردی، خود زندگی سختی های را بالای سرت میاره، فشار میاره که خودت زیر فشارش قرار میگیری و از زنده بودنت و از اشرف مخلوقات بودنت خسته میشی. پس بهتر چی است؟ ما از زندگی استفاده کنیم، نه که زندگی ما را زیر فشار قرار بده و از ما استفاده بکنیم. ما زمان زندگی خوبتر و راحتتر استفاده کرده میتونیم که لذت خاص ببریم، برنامه ریزی مناسب داشته باشیم و هر لحظه برای خود یک پلان داشته باشیم که از امی لحظه که فعلا مردم چگونه استفاده بکنیم. این میشه زندگی. پس بهتر است که استفاده خوبتر و مناسبتر ما داشته باشیم. خب هموطنان، میایم سر موضوعی که میگه زندگی زیباست ای زیبا پسند، زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. به به، چقدر خوب است که ما از زندگی خود او نعمت ها، او حالت ها، او دوست ها و اقاربی که در پیش روی ما هستن، ما راحت بودن را از واد تجربه بودن. اولین موضوعی را که میخوایم مورد بحث قرار بدم، کدام دلایل مثبت وجود داره که در زندگی ما را راحت و خوشتر بسازد؟ کدام موضوعات هست که ما بتانیم از او استفاده خوب بکنیم به خاطر پیشبرد زندگی؟ وقتی از خواب بیدار میشین، روز قبل از قبل خواد خسته کن فکر نکنیم. دی فکر باشیم که امروز بهترین روز زندگی ماست.
ما از این روز برای خود چگونه استفاده کنم؟ کدام کارهایی که ما از دیروز و پریروز و سال قبل قرضدار هستم او را امروز انجام بدم؟ او در زمان صورت میگیره که ما برنامه ریزی خوب از صبح داشته باشیم. یعنی هر روز آغازش از بیدار شدن خواب است. زمانی که از خواب بیدار میشی یک برنامه مناسب برای امروز مربوطه داشته باش. حالا که برای دوستایی که در امریکا هست بهتر از همین لحظه برای فردایت برنامه ریزی تا نوشته بکنی، سرش کار بکنی و نیم ساعت تا وقت سرش سپری بکنی تا فردا یک برنامه ریزی داشته باشی. این امشب دوستات شما تجربه بکنی، بیبی برای فردا چقدر تغییرات برای تیجاد است. برای فردا یک روز خوبتر از امروز می داشته باشی. چرا؟ چون امروز برای فردایت یا امشب برای فردایت خودت برنامه ریزی داشت. پس بیبی نتیجه فردایت از امروز که دارم متعقن هستم بهتر میشه. چرا؟ چون برای فردایت برنامه داشت. موضوع دوم مقابله کردن با تمام سختی‌ها و تردیدها است. زندگی پر از درد و رنج است. انسانی که اگر میخواید موفق باشه در زندگی و از زندگی خود لذت ببره، او در صورت میشه که امی سختی ها و تردید ها را درست مدیریت بکنه. اگر همیشه ما در این فکر باشیم که زندگی هیچ وقت سختی ها نداره، ما در اشتباه هستیم. بهترین شخص و بهترین مدیر زندگی خود کسی است که برای سختی ها و تردید های زندگی آمادگی داشته باشد. او را یک پیش فرض در هر لحظه برای خود محسوب بکنه. چون ما در این جهان، در این دنیای هستی که هستیم، صحنه امتحان است. هیچ امتحان آسانی خود را نداره. زحمت میخواهد. شما دوستا معمولا تعلیم کردین، مکتب، پانتون، کالج، مدرسه فری کردین، با امتحانات زیاد روبرو شدین. بهترین امتحان برای شما او امتحان بوده که برای از او آمادگی گرفته بودی، برای از او زحمت کشیده بودی، برای از او سر مغزت فشار آورده بودی و برای از او برنامه‌ریزی ساعت‌های قبل داشتی. امتحان برای تو آسان تمام شده. پس هر لحظه زندگی ما شما امتحان است. اگر شما دوستان میخواید امتحان زندگی موفق باشین، پس مثل همو امتحان دوره مکتب و پانتونتان آمادگی آمتان برش داشته باشین. رنج بکشین، زحمت بکشین، برنامه ریزی داشته باشین تا که شما در لحظه امتحانتان که امان هر لحظه زندگی است موفق و کامگار باشه. پس آمادگی داشتن برای زندگی بهترین راه است، بلخصوص برای تردیدها و سختیهاش. اگر پیشگوی بودی برای هر سختی در هر کاری که در زندگی انجام میدی، معمولا برنامه برش داری و خودت وقتی که با او حادثه یا با او سختی ها روبرو میشی نتیجه مثبت میگیری، چون قبل تو آماده بودی، قبل برای از اون کار کردی. حرف سوم، با تمام محل زندگی توجه بکنی. ما بعضی اوقات کار میکنیم، مثلا اقتصاد را، اقتصاد فامیلی را، اقتصاد در مجموع زندگی خود را میخوایم بهتر بسازیم، توجه زیاد برش میکنیم، آنقدر زحمت میکشیم، آنقدر کار میکنیم که دیگر روز ببینی صحت از ما دور شد، ما مریض شدیم، صحت از جان رفته، با صد مرض روبرو شدیم.
این جزمه اقتصاد تا که توجه زحمت برش کشید او به هدر رفت چون دوباره در مریضیت مصرف شد. یا هم صحت خود رو توجه میکنه، اقتصاد خود رو توجه میکنه، استایل خود رو توجه میکنه، با فرزند و فامیل خود توجه نداره. دیگر روز ببینی یک حادثه دلخراش در از یکی از اعضای فامیلش به وجود آمده. همه لحظات زندگی که کار میکرد صرف حل مشکل شده و از بودن فامیل لذت بلکه رنج میبرد. چون پیشتر در ابتدای صحبت ها ما گفتم زندگی یک مثلث هست، کار، پسنداز، محبت، این سه تا را که یک جای دیگه میشه زندگی. کار برای مشکلاتت پسنداز داشته باش و با کارت و با اعضای فامیلت داشته باش. فرهنگی سیاسی او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. فرهنگی سیاسی او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. فرهنگی سیاسی او ټولنیزو خب دوستای عزیز با عرض معذرت یک وقفه در برنامه آمد چون اینترنت افغانستان خود را داره این وطن سرتاپا پر از مشکلات هست. با عرض معذرت بسیار معذرت میخواییم که وقفه ایجاد شد. صحبت خود را آغازگر میشیم دوباره. حرف دیگه ای بود که از گذشته خود ما باید عبرت بگیریم. ما هر کار زندگی رو وقت که در ابتدا انجام میدیم معمولا اشتباهات با ما روبرو هست، از ما اشتباهات سر میزنه. چون هر قدر در یک کار ابتدایی بودی از مفیدیتش کرده اشتباهاتش بیشتر است. پس هم اگر ما میخواییم یک کار اشتباه بار اول کردیم او گناه ما نیست، اون رو هیچ وقت به خود عیب مشمول. اما اگر با بار دوم و با بار سوم اشتباه سر میزنه او اشتباه از ما هست. اگر ما به گذشته خود و وقتی که هر عمل رو انجام میدیم یک بار سر از او انجام شده خود فوکس بکنیم، خوبی های خود را و بدی های کار خود را فکر بکنیم، خوبی هایش خوب است، شکر بکنیم که بیشتر شود، نتیجه خوب گرفتیم،
و وای که بدی ها یا اشتباهات کار ما هست او را یک لطف بکنیم که برای از او رای وزی پیدا بکنیم و بار دو متکرار نمیشه. یعنی اشتباه بار اول به تجربگی است که گناه شخص مربوطه نیست و او را هیچ وقت به خود عیب نشماره. اما اگر به بار دو این اشتباه را انجام میدیم، یعنی یک اشتباه ما تکرار میشه، تکرار ما هست چون ما سر از او بحث نکردیم، سر از او کار نکردیم. ببینین هر جلسه بزرگی که می باشه در لحاظ سیاسی و یا در بین دولت ها، باز بعد از او جلسه یک جلسه مطبوعاتی می گیره چون می خواهن از دید دگرها بشنون که چقدر ای پروژه از یا سیمینار از یا کنفرانس از یا مفیدیت داشت و چقدر نواقص داشت، و از او خاطر یک کنفرانس مطبوعاتی می گیره. پشت هر مسابقات جالب ببینین ورزشی که باشه یک کنفرانس مطبوعاتی وجود داره. چون کنفرانس مطبوعاتی را ما بودش تغییر داده در زندگی خود بیاریم و ای را به نام فکر کردن درباره کار انجام شده خود داشته باشیم. یعنی کنفرانس با خود از اعمال خود داشته باشیم بعد از انجام اینجاست که اما خوبی های انجام کار خود را و بدی هایش مشخص می سازیم. خوبی هاست بهتر است و ای که بدی هاست رای وزی باش پیدا میکنیم. وقتی که برای هر اشتباه ما کار وزی را یا رای وزی داشتیم، و اشتباه از ما تکرارن مکررن انجام نمیشه، پس ما راحت هستیم. پس دوستای گرامی و عزیز، همیشه از گذشته ما باید او در صورت میشه که ما گذشته را بعد از انجام هر عمل یک مصیبت باشه. حرف گذشته دیگه هم چشم برای آینده باشه. اگر انسان در فکر سوال خود نباشه، حتی از جای خود ایره باید داشته باشه. ما هر چقدر که در بیرون خود بزرگتر میشیم از لحاظ وجودی، اما در درون خود یک طفل داریم، یک طفل در وجود ما هست که او را میگیم به نام تشویق خودی. ما پیرم شویم، تشویق کردن یک چیز هست. یک طفل که تشویق میکنی برای پیر لازم است، مثل یک طفل باید تشویق شد. بود تشویقی ما طفل است و هیچ وقت بزرگ نمیشه تا که زنده است. یعنی هر انسان به تشویق ضرورت داره، اما اگر خود را تشویق بکنه او بهترین تشویق است. نظر به تشویق دیگران. پس هموطنان عزیز، توجه داشتیم و این فکر کردیم که فردای مشغول میشن. معلوم دار ما امروز زحمت میکنیم. اگر برای فردا امید نداشتم یا هم بیکار در خانه میشینم، یا هم کار نمیکنم، یا هم زحمت نمیکشم، و یا هم خودکشی میکنم. معمولا خودکشی ها از ناامیدی بوجود میه. خودکشی ها از کجا بوجود میه؟ از ناامیدی هایی که در وجود ما هست. هر انسانی که ناامید شده و این ناامیدیش دوامدار شده، او چی کرده؟ خودکشی کرده. پس هموطنان عزیز، این را به یاد داشته باشه. اگر میخواین در زندگی کار بکنین، زحمت بکشین، با آینده بر خود برنامه داشت. کدام انسان ها موفق هستند بر فردای خود؟ اونایی که فردای خود را امید داره و بر فردا پلان داره. اگر امید داشتی برای فردایت و پلان نداشتی، تو موفق نیستی.
اگر برفا پلان داشتی و امید نداشتی تو دل سرد هستی برای از او زحمت نمیکشی. پس اون انسان های به فردا انسان موفق است که هم به فردا امید داشته باشه و هم برنامه و پلانگذاری داشته باشه. ای دوتا را همزمان پیش بر برای فردا باشه. وقت میشی یک انسان موفق فردا باشه. بودن با کسایی که همیشه برات انرژی مثبت میده. این حرف هم مکرر مکرر تکرار در هر بحثیم که انسانایی که انرژی منفی داره یا بیشتر است چهار دو بغل ما از انرژی منفی پر است. اما اون انسانایی که برای ما انرژی مثبت میده ما را تشویق میکنه برای ما راه و چهار نشان میده بسیار محدود هستن و کم است. پس زحمت بکش و کوشش کو دوستایت که انرژی منفی داره او از پیش دور بساز. اما انسانایی که انرژی مثبت داره او را در دوستایت قدر بدهش قدم بساز ارزش بده. چون اونا برای خودت انرژی مثبت دادن. هر چقدر خود را به تفاوت بگیری یک حرف در گوش داره، دو حرف، سه حرف، چهار حرف، پنج حرف، ده حرف، هر چقدر به تفاوت باشی حرف یازدهم سر مغز تاثیر گذار است، تاثیر خود داره. چرا همیشه شما میگیم که محیط تاثیر گذار است؟ چون در محیط یک حرف از ده ها بار بیشتر میشنوی، او ثبت میشه در مغزت. از همون خاطر است که ما میگیم محیط تاثیر گذار است. پس انسانایی که انرژی منفی دارن و در چهار دو بغلت هستن، وقتی که اینا هر وقتی که انرژی منفی داده برن ده بار شاید بتانی در مقابل حرف از یا به تفاوت باشی و بالای تاثیر نخواد کنی، دفعه 11 سر تاثیر میگه. پس هموطنان عزیز کوشش بکنین در چهار دو بغلتان انسانای نیک و با انرژی مثبت را حق بتین که در کار شما دخل کنه و در چهار دو بغل شما باشه، تا که شما از حرفای از وا لذت ببرین و باعث پیشرفت و تشویق شما شد. نیک باعث دلسردی شما شد. حرف دیگر رضایت داشتن در زندگی بسیار مهم است. انسانایی که در زندگی خود و زندگی خود راضی هستند و معمولاً پیشرفت کردن. ما بیشتر گفتیم در زندگی چقدر سختی ها باشه ما باید برای از او برنامه ریزی داشته باشیم و کوشش بکنیم این برنامه ریزی ها را بسیار راحت انجام بده. ببینید دوستا، در زندگی ما شما بسیار مشکلات ایجاد میشه. اگر ما به ازو برنامه ریزی داشتیم ما زندگی لذت میبریم. اما اگر برنامه ریزی برش نداشتیم ما زندگی لذت نمیبریم. بعضی حرف هم اینجا ارتباط میتون با هم که امتران گل و نازنینیم. یک چیز هیچ وقت در زندگی فراموش نکنین، هر چقدر شکایت ما زندگی بیشتر بود ما اما قدر از زندگی لذت می رنج میبریم. به خاطر چی؟ ما زمانی که زندگی خود را نتونستیم که خودمون مدیریت بکنیم تقاضای ما از دیگران زیادتر است، چون ما خودمون برای زندگی خود کار نکردیم و همیشه توقع و تقاضای ما از دیگران است. فلانی باید
این کارم انجام بده، فلانی باید این کارم انجام بده و فلانی کارم انجام بده. وقتی که از هر کس تقاضا کردیم که تمام کارها و مراحل زندگی ما را انجام بده، ما زندگی لذت نمیبریم. چون کاری که انسان با دست خود بکنه او به طبع دل آدم است، اما کار را که به رضایت خود نکنیم و دیگر او کار بر ما انجام بده، او بر ما خسته کن تمام میشه. از او کار لذت نیم بلکه رنج میبریم. چون چرا به طبیعت نیستی کار؟ چرا ای طور است؟ چرا ای طور است؟ صد دلیل برش میکشه. پس دوست، اگر می زندگیتان لذت ببرین، پشت کار داشته باشین. پشت کار یک کلمه بسیار مثبت است در زندگی. برای خود، در عقب خود، در درخواستی برای خود کار بکنید. که همانا ساختن ذهنیت است، که همانا مریضی برای خود است، که همانا پلانگذاری برای خود است. کی کار است که خودش میکنه تا که زندگیش بهتر شد. بدی مثبت به زندگی بگیر. بعض انسان ها هستن وقتی که کار رو شروع میکنن تا روز بگیر شدن این کار ولایت رو میشه. نی بیا که مثبتش فکر بکنیم. این کار اگر من انجام بتم، اینی خوبی آره داره، اینی خوبی آره داره، اینی خوبی آره داره. گفتم ذهن عامل وجود ما است، اما چرت زدن و مفکوره دادن به خود باز عامل مغز ما است. هر آن چیزی را که فکر کردی، مغزت او رو ما هم را بالای وجودت میکنه. اگر یک کار مثبت فکر کردی، مغزم مثبت ساختی درباره او کار، وجود میگه برو این کار انجام بده، سر وجود امر میکنه، سر هر عضله. اما اگر مفکوفی به مغزت دادی و یک چیز را منفی فکر کردی، مغز هم بالای اعضای وجودت منفی امر میکنه که کار انجام نده، مانی دستو پایت میشه. پس این را بیاد داشته باشید که برای زندگی دید مثبت داشته باشید. اگر برای زندگی دید منفی داشتی، رنج رنج رنج. اگر برای زندگی دید مثبت داشتی، لذت لذت لذت. پس کوشش کنید برای زندگی دید مثبت داشته باشی. عشق ورزیدن با شغل و کار است. هر آن انسانایی که وظیفه و کار خود را دوست داره، در کار خود معمولا نوآوری ایجاد میکنه. هر انسانی که نوآوری داشته، ما و شما او را به نام علما، متخصصین و یا مخترع یاد میکنیم و همیشه بر عمل کرد و نوآوریشان احترام میکنیم و خودشان را قدر میکنیم و عمو نوآوریشان باشده که شناخت داشته، که شناخت جانی اول بالای زندگیش تاثیر کرده و بعد از او با شخصیتش. هرچقدر انسان که معرفت خوبی در جامعه داشته باشه، او اول زندگیش بهتر میشه، چون مشکلاتش مردم از لحاظ محبت آمیز حل میکنه و بعد از او شخصیتش آنستاستا در جامعه مطرح شده و مطرح شدنش افزود داده میشه. پس این هموطنا بیاد داشته باشین، اگر با کار و شغلتان عشق و علاقه داشتین، شما از کار کردن در زندگی لذت میبرین. در غیر از یک درسر است، صبح هم به صد لغت نمیخیزی و شام هم وقتا فرار میکنی و کار را انجام میدی که برای تو گفته شده. در اون نوآوری نداشته باشی و از خود خلاقیت نشان نمیدی. هر انسان خلاقیت در کار نداشت، تو کار از او کوتاه مدت است. چون کاری که وقتی نرمال پیش برد نوآوری نداشت، ایوازی از او کسی دیگه مقرر میشه. و اگر نوآوری و خلاقیت در کار خود نشان داد، و هیچ وقت کار و وظیفه خود را از نمیده. این اصول کار در بسته جهان است.
این است که صرف در یک کشوری اصول باشه. این ذات انسانی که کار میکنه، انسان زحمتکش و کارمند زحمتکش، هیچ مدیر و مدبر از دست نمیده. او انسان را و او کارمند را مدیر از دست میده که او خلاقیت نداشته باشه. پس هموطنا، وقتی که کار میکنین، زحمت میکشین، با او شما خلاقیت داشته باشه. چون باعث پیشرفت شما میشه. و شما اجازه میده تا که در کار و وظیفه خود پیشرفت کنید. و یک انسان خلاق در جامعه مطرح شد. خب دوستا، بحث دیگه که در زندگی ما شما بسیار مهم است، مراحلی که زندگی ما شما را بهتر می سازه. مراحلی که همیشه اگر مرحله و مرحله مد نظر گرفته شود، زندگی ما شما راحت و خوشبخت است. و اگر این مراحل را در زندگی مد نظر نگرفتیم، ما از زندگی لذت نمیبریم. پس مراحلش شما را وار براتون ذکر میکنم. یک، صحت و سلامتی است. از همه چیز مهمتر است. من در دوستی برمسیر براتون میگم که اگر صحت نداشتیم، هیچ کار به دردت نمیخواد و هیچ چیزی نیست و هیچ عمل را انجام نده، چون نتیجه بی‌فایده است. اولین کاری که انسان باید بکنه، صحت و سلامتی خود را مد نظر بده. هر آن انسانی که صحت و سلامتی خود مد نظر گرفته، و انسان در زندگی خود مرد. یعنی مهمترین و اولین مرحله زندگی صحت است. مرحله دوم پول و فراوانی است. اگر اقتصاد بهتر ساختی، پول داشتی، میتونی هر برنامه ریزی که در زندگی داری او را تطبیق بکنی و راحت انجام بده و دو کار پیش. چون پول زیادتر کارها و زندگی ما و شما را رفع می‌کند. پس پول و فراوانی مرحله دوم است، به خاطر ای که ما تمام ضرورت‌های زندگی خود را رفع می‌کنیم. وقتی که در زندگی ضرورت‌های ما رفع شد، ما از زندگی لذت می‌بریم. مرحله سوم ایجاد اعتماد به نفس. چون در زندگی ما ضرورت برای فعالیت فیزیکی داریم، کارهای سخت را باید انجام بدیم تا که زندگی ما راحت‌تر و آرام‌تر شود. پس هم و تمام عزیز، در مرحله سوم برای خود اعتماد به نفس ایجاد بکنید تا که شما بتانید راحت زندگی بکنید. مرحله چهارم کار و پیشه است. هر آن انسان 24 ساعت بیکار است، او خود مریض است. هرچقدر از لحاظ میکروبی اگر راحت است، اما از لحاظ روانی مریض است. شاید وجود خود را از لحاظ یکی از میکروب ها دور باشه، از میکروب های گوناگونی که به اشکال مختلف به شکل مرض در وجود ما ایجاد میشه، از او شاید دور باشه، اما او مریض روانی است. چون یک هفته شما خود در خانه قید بکنین، روز هشتم یا هفتم ببینین که شما چی جور شده، ذهنیت شما چقدر تغییر کرد و چقدر شما زندگی باید بین شده. پس به اون لحاظ است که کار و پیشه مرحله چهارم است در زندگی بهتر که ما باید مد نظر. مرحله پنجم محبت و صمیمیت است. اگر با اطرافیان زندگی، چون انسان یک موجود اجتماعی است، بخواه نخواه با مردم سر و کار داره. ما در جنگل نه، در شهر هستیم. در شهر هر قدمش یک فرد در روبروی ما می. پس واضح است که انسان یک موجود اجتماعی است. پس هموطنان، وقتی که صمیمی
امنیت بود در زندگی، وقتی که محبت بود در زندگی، وقتی که ما اعضای فامیل خود را، همکارای خود را، همسایه‌های خود را و بالاخره مبره محیط و ماحول خود را دوست داشتیم، ما بودن بها و یا بودن آنها با ما لذت بخش از برمی نه که ذلت بده. چرا؟ چون انسان به صمیمیت و ضرورت داره. ما وقتی که صبح میبرم از خانه، وقتی که در محل کار با همکارای خود یک صمیمیت داشتیم، ما تا دیگر در کار وظیفه خود خسته نمیشیم. از اونجا بر بگردیم دوباره به خانه میبرم، در راه دوستای خوب داشتیم، ما از راه رفتن خسته نمیشیم. ما وقتی که شب به خانه میبرم، اگر با اعضای خانواده خود صمیمیت داشتیم، ما از بودن در خانه خسته نمیبریم. پس ببینین ما تمام 24 ساعت ما را و در طویل مدت فکر کنیم بس زندگی ما برای ما هر ازش لذت بخش ساخت. پس صمیمیت یک مهم در زندگی بهتر است. دیگه هم تسلط به ترس است. کارهایی که معمولا خلاف میل ذهن ما باشه و ذهن ما برای او کار برنامه‌ریزی نداشته باشه، او کار برای ما ناشنا است. انسان معمولا از چیزهای ناشنا میترسه. چیزی که نه در ذهنش بوده، نه برای از او برنامه داشته و نه هم راه حلش که میفهم. دو صورت است که او کار یا او چیز برای ما ترسناک است. چون مغز دربارش معلومات و یا فولدر نداره. باز بکنه و در موردش معلومات بده. پس همتنهای عزیز، چیزهایی که جدید است برای ما ترسناک است و هر آن انسانی که در زندگی کارهای جدید را تجربه نکنه و پیشرفت نمیکنه. همیشه باید ما بالای ترس غلبه کنیم، نه که ترس بالای ما غلبه کنیم. اگر ترس به ترس اگر با پای استاره خود و طفل محبته که من میفتو و دست رویم اوگار میشه و یا خراشیده میشه، او هیچ وقت با پا نمیخیزه و استاد نمیشه. اما طفل اونمو غلبه میکنه بالای ترس و میخیزه، حرکت میکنه، میفته، باز میخیزه، اونمو که با پا میه. پس چی بهتر است؟ ما بختصن حالا هم از ما اطفال یاد بگیریم که بالای ترس باید غلبه کنیم. اگر بالای ترس غلبه نکردی، اگر از بالای خودت غلبه کرد، تو میشه یک انسان تنبل، چون از کاری که ترسیدی و هیچ وقت انجام نمیدی. انجام که ندی، پس پیشرفت از کجا شد؟ زندگی خود به خود خسته کنست. زندگی که یک روان باشه، با یک مورال پیش بره، یک نواخت باشه، او زندگی لذت بخش نیست. چون هر عمل هر روز انجام داده برو، بالاخره از او کارت خسته میشی. اما اگر ماهی یک ماه بعدش، یک سال بعدش، شش ماه بعد، یک فصل بعد در شیوه کار تغییرات ایجاد شد، بر روش و نویتش تغییرات با روش جدید بود، با متد جدید بود، با برنامه ریزی جدید بود، خود به انجام اعمال خودت برای خودت خسته کن نمیشه، بلکه لذت بخش میشه. پس همیشه بالای ترس باید غلبه داشته باشه. مرحله هشتم ترک عادتهای بد است. هیچ انسان نیست که عادتهای بد نداشته باشه. همیشه شخصیت ما را عادت‌های بد ما زیر سوال میبره. زندگی ما را عادت‌های بد ما خسته کن بر ما میسازه. علمیت ما را عادت‌های بد ما زیر سوال میبره. پس انسانی که میخواهد در زندگی خود مراحل بهتر شدن را تجربه بکنه، در این مرحله باید کوشش بکنه که عادت‌های بد خود را دور بکنه.
کار سخت نیست. ما عادتهای بد خود را از دید خود چخ پیدا کرده نمیتونیم. همیشه باید از دید دیگران پیدا کنیم. بیشتر گفتم دال ثابت میشه که انسان موجود اجتماعی است. باید ما دوستای خوب با انرژی مثبت داشته باشیم، از واقع پرسان بکنیم و مشوره هم راشان بکنیم که اینی کار ما میخوایم انجام بتم و یا انجام دادیم. از دید خودت این کاری که من انجام دادیم و یا انجام میتم چی گونه است؟ او منفی های کار ما را میگه. چرا منفی های کار ما را میگه؟ چون عادت های بعد ما در کار ما حرکات منفی به وجود آورد. همیشه در یک کار ما اشتباهات را که انجام میتیم اونمو عادت های بعد ما است. چون ما عادت های بعد خود را در وقت پیدا میتونیم که ما نکنیم و دو کار اگر فایده کردیم مورد خوب ما است و اگر دو نس کردیم پس عادت انجام بتیم و دو نقص بکنیم. پس دوست عزیز بنندای گرامی اینا بیان داشته باشین، اگر میخواین عادت از بین ببرین دوستای خوب خود را داشته باشین، او را برای خود آینه قرار داده، عادتهای بدتان یادداشت کرده و حداقل هفته یک عادت بدتانه، در ماه یک عادت بدتانه اگر دور بسازین سال 12 عادت بد میشه. بدترین انسان از 20 یا 25 عادت بد نداره، بس در یک سال دو سال نه تا 3 سال عجله کار نیست، بهتر شدن زندگی مهم است که ما از او خسته نشیم و تا آخر راحت بتانیم تا مرحله پیش بریم. 3 سال بعد 2 سال بعد آدم خوبی است و بهترین انسان میشه. پس کوشش کنین عادتهای بدتان را دور بکنین. عادتهای بد همیشه شخصیت، کار و زندگی شما را با ذلت روبرو میسازن. اگر میخواین زندگیتان با ذلت بره، با رنج پیش بره، عادتهای بدتان را گم نکنین. در غیر از او اگر میخواین از زندگی لذت ببرین و زندگی بر شما شهامت و لذت بده و افتخار بده و شما شخصیت آن تمام و کامل شوین، باید که عادتهای بد خود را اصلاح بسازید. دیگه هم معنویت است. ما بعضی اوقات معنویت ترجیح میتیم به معنویت هایی که داریم. فرزند خود را در بهترین مکان تحصیل نمی کنیم که پول مصرف میشه. خود ما بهترین لباس نمی پوشیم که پول مصرف میشه. بهترین غذا نمی خوریم که پول مصرف میشه. آیا خبر داری که فردا تو زنده هستی؟ انسان ما برای فردا خود آمادگی داره، نیک روز خود را برای فردا خراب بسازه. انسان خوب و فعال کسی است که از زندگی خود لذت ببره، امروزم لذت ببره و در فکر فردای خودم باشه. وی که صرف امروز در ذلت سپری میکنه و صرف فکر فردای خود است، آیا تو فردا زنده هستی؟ آیا متقن هستی که تو فردای داری؟ امروز ضایع نساز. امروز از هر بودش استفاده کن. حرف تکراری است اما خوب است که یاد بکنه. اگه میخوای از زندگی لذت ببری سه زمانه باش. از این سه زمانه یک اگر دو زمانه هم شدی لذت نمیبری. از گذشته یاد بگیم، امروز انجام بده، باید بساز. حداقل اگر فردا نبود دیروزت تجربه گرفتی، امروز خوب شد. اما صرف اگر در فکر امروز سبا باشی و از گذشته خود تجربه نگرفتی، خود اشتباه را باز تو تکرار کردی، بازم فایده نکردی. اگر امروز فکر نکردی و از فردا گرفتی و از دیروز گرفتی و فردا را ساختی، خب بازم فایده نکردی، چون متقی نیست امروز را.
و اگه صرف درس دیروز گرفتی و امروز ساختی و در فکر فردا نشدی، حادثات روبرومه که فردایت اگر زنده بودی خراب میگذره. پس هر سه زمان مد نظری، از دیروز یاد بگی، امروز انجام بده، فردا را بساز. دیگه هم در زندگی خوشحالی است. بعد تو میبینی همه چیز دارن، اما یگانه چیزی که از خود از بین برده کش در فکر از این نیست که من باید لذت برم. همه چیز دارم، من اگر پیشونی تاش اولاد داره، بهترین اولاد، اما از اولاد خود دوری میکنی. همسر داره، بهترین همسر، اما به روابط خود نمیرسه. همسایه داره، بهترین همسایه، اما شناختم نداره. جوانی داره، انرژی داره، همه نعمت ها رو خدا هم در زندگیش آورده، اما از او استفاده خوب نداره. اینجاست که با زندگی این تمام مراحلی که گفتیم بی‌معنا میشه. خوشحالی، کار میکنی با خوشحالی، از خواب میخیزی با خوشحالی، فرزند داری، از بودنش، از حرف شیرینش، از صحبت کردن اولش ببر لذت. همسر داری، از جوانیش، از مقبولیش لذت داری. خدای داری، از عبادت کردنش لذت ببر. مادر داری، از بودنش لذت ببر. برادر داری، از بودنش لذت ببر. زندگی چقدر که گذشته میره، انسان چقدر که سنش پخته شده میره، اما قدر که مسئولیت زیاد میشه، اون دار که مشکلاتش زیاد میشه. این نعمت ها ابد ابدی نیست. انسان که پیر شد تنها میمونه، نه بیادر، نه خواهر، نه پدر، نه مادر، چون خودش ضعیف شد، عمر گذشته. پس امروزی که نعمت ها، ای دوستایی که داری، ای خوشی هایی که در زندگیت هست، و این نعمت ها را خدا به خاطر لذت بردن زندگی برات داده، کفر نعمت نکو و لذت ببر، اما به طریقه درست. اگر از بودن و استفاده کردن این نعمت های زندگی ما به طریقه درست استفاده نکردیم، به فردا او بر ما ذلت میده. اما از بودن نعمت ها و افراد زندگی ما با خوشی و استفاده خوب کردیم، او بر ما، بر فردای ما عزت میده. پس از زندگی با تمام خوشی ها و از تمام نعمت ها استفاده کردیم. امیل از در جایی که هستی چهار دو بغل طبیبی، امو چیزی که در اتاقت بر خوشایند است، امو را بعد از ختم صحبت های بیگی، هر چیزی که ازش استفادهش کن تا که چند دقیقه لذت ببری. تا چی وقت الماری همه چیز را ببری؟ ما چیزها را که برای خود خریدیم چرا استفاده خوب نکنم؟ چرا همیشه ما باید برای فردا کار کنم؟ امروز اخی چی کنم؟ خب فردا پشت خود فردا داره. فردا چند ساعت بعد امروز میشه. پس امروزه که مد نظر نگرفتی، خب چند ساعت بعد فردا را هم مد نظر نمیگیری، چون چند ساعت بعد فردا امروز است. لذت ببر از زندگی و خوشی هایش همیشه برای خود یک نعمت قرار. خب هموطنان عزیز و گرامی، امروز چون کم ذره انترنت خود را داره و من انشاءالله متباقی بس را در مورد زندگی در برنامه های بعدی با هم پیش میبریم. شکر که شما دارم، از بودن با شما لذت میبرم. یک هفته که یک هفته بعدی برنامه ما شما که زندگی موفق آغاز میشه، ساعت ها منتظرش میباشم.
چون بودن با شما برم لذت و ای که زنگ نمیزنین پس از این معلوم است که شما در زندگی مشکلات نداره و ای برای من خوشایند است و ای برای بخش است که عزیز بیننده که همین لحظه ما را میبینه شکر خداست که در زندگیش مشکلات نیست. خداوند زندگی تانه همیش میگونه موفق داشته باشه. امانا که نام برنامه زندگی موفق است. همون گونه دعای بر شما همی است که کلگی با نام همی برنامه زندگی داشته باشه. زندگی موفق و کامگار. خب تا برنامه دیگر، تا دیدار دیگر، خود شما را به خداوند مهربان سپارم. لذت ببین ما یک صدا می لحظه برتان بالای شما را یک صدا می کنم. اگر در اتاق خود هستی و تنها هستی، اگر پدر و مادر زنده است همین لحظه پیش برو یک بوسه محکم بگیر. اگر هم سر دنبالت از دوستایش فشار بدی، اگر فرزندت در مقابلت است، اگر طفل از آغوش بگیرش، اگر کلان است نوازشش، کی خبر که فردای کی هست و کی نیست. از بودن افراد در زندگی لذت و حرفی نمی کنم. تا درود دیگر، بدرود، خدا نگهدارت.